نکته دیگری که در جلسه امروز تصویب شد کمک به مستأجرین بود. ما این ایام هم در زمینه مسکن، اونایی که میخوان مسکنی رو تهیه بکنن بخرن، دچار مشکل شدن، مسکن گرون شده، و هم در اجاره باها رفته بالا، برای مردم طاقت فرسا شده، و لذا ما امروز اولا گفتیم که وزارت مسکن و همچنین وزارت کشور طرح‌هایی رو بیارن برای مسئله مسکن، اگر چیزی لازم ما تصویب بکنیم اینجا تصویب بکنیم که زمین ارزونتر در اختیار سازنده قرار بگیره، مساله با تسهیلات در اختیار سازنده قرار بگیره، تشریفات شهرداری به حد اقل برسه و حتی امکان غیر حضوری بشه. اینا همه رو شد که تهیه بشه بیاد در جلسات بعد ما بحث کنیم، هر چه لازمه تصویب کنیم تصویب کنیم. اما نسبت به اجاره باها، خب ما در یک مقطعی گفته بودیم اجاره باها 2 ماه تمدید بشه، که خب تمدید شد به خاطر اینکه بنگاه‌ها باز نبود، همه جا تعطیل بود، از اون ما عبور کردیم. بعدش اجاره ها بسته شد. اجاره ها خیلی مستأجرین رو تحت فشار قرار داد. هر جا که اجاره تا کنون منعقد نشده و موجر و مستأجر متن رو تا امروز امضا نکردن، فردا که این مصوبه ما ابلاغ میشه، یه مقرراتی ما امروز گذراندیم که اضافه اجاره باها نسبت به سال قبل در تهران 25% بیشتر نمیتونه باشه، در کلان شهرها از 20% بالاتر نمیتونه باشه غیر تهران، در بقیه جام 15% بیشتر نمیتونه باشه. این سه تا رو به عنوان مصوبه ما اعلام کردیم و از فردا باید اجرا کنن و عمل بکنن. این مبنایی هست برای افزایش اجاره باها. این که این اجاره باهایی که از فردا منعقد میشه و امضا میشه تا کی معتبر هست، اینجا محل بحث بود. اینجور تصمیم گرفته شد این اجاره باها معتبر خواهد بود تا زمانی که وزارت بهداشت و درمان ما شرایط این ویروس رو از حالت اضطرار خارج بکنه و بگه دیگه اون شیوع و اونچنانی نیست. از اون تاریخی که وزارت بهداشت ما اعلام کرد، هر زمان بود 3 ماه بعد، 3 ماه دیگر هم تمدید میشه این اجاره باها به همین قیمت، بعد از 3 ماه اون وقت میتونن با توافق جدید با هم زندگی میکنن. بنابراین این مصوبه ما بر این مبنا هست که تصویب شده.